قذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 kitab.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. دیوان عالی دادگستری در لاهه از اسرائیل خواست که به شهرک‌سازی های غیرقانونی در کرانه باختری فوراً خاتمه بده. از جنگ شش روزه سال 1967 57 سال میگذره. از آن زمان تا کنون اسرائیل سرزمین های اشغال شده در جنگ شش روزه را در کنترل خودش داره و این سرزمین ها را آزاد نکرده. اگرچه قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اسرائیل خواسته بود که مناطق اشغالی را تخلیه بکنه. از همان زمان جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد اشغال سرزمین‌های فلسطینی را غیرقانونی نامیدند. اکنون پس از 57 سال ادامه اشغال این سرزمین‌ها، دیوان دادگستری بین المللی در لاهه در حکمی خاطر نشان می‌سازد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی در تضاد با قوانین بین‌المللی می‌باشند. دیوان دادگستری بین‌المللی در روز جمعه 19 ژوئیه 2024 از اسرائیل خواست که هرچه سریعتر به اشغال این سرزمین‌ها پایان بده و خسارت وارده در رابطه با اقدامات ضد قوانین بین‌المللی را به طور کلی بپردازه. دادگاه در یک حکم تاریخی اگرچه الزام آور نیست، به تعداد بیشماری از نقض قوانین بین‌المللی توسط کشور اسرائیل اشاره میکنه. برای همپیمانان اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا و در مجموع تعداد زیادی از کشورهای غرب این حکم دادگاه دادگستری بین‌المللی نگرانی به وجود آورده. زیرا دادگاه در این حکمش خاطر نشان می‌سازد که همه کشورها باید اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را به عنوان اقدام غیرقانونی به رسمیت بشناسند و دست از حمایت این اقدامات اسرائیل بردارند. رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری آقای نواف سالم که حکم دادگاه را می‌خواند گفت که دادگاه به این نظریه است که کشور اسرائیل با سوء استفاده از مواضع خود به عنوان قدرت اشغالگر و ادامه این سوء استفاده و با الحاق مناطق به اسرائیل و کنترل دائمی مناطق فلسطینی و نقض حقوق خلق فلسطین اصول اساسی قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و حضور اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین غیرقانونی است. در واقع این تصمیم دادگاه عالی دادگستری در لاهه فشارها به آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را بالا میبره. اگرچه این حکم دادگاه قبل از جنگ غزه طبق درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 2022 داده شده است و در واقع ربطی به جنگ غزه نداره، اما با وجود این فشارها را به اسرائیل و همپیمانان اسرائیل در جنگ غزه تشدید میکنه تا جنگ در غزه را پایان دهند. در جنگی که تا به حال طبق آمار وزارت بهداری در نوار غزه بیش از 38,000 فلسطینی به قتل رسیدند. اما مجله پزشکی لانست، یکی از معتبرترین مجلات علمی در جهان که در بریتانیا منتشر میشه، تعداد کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه را بیش از 186,000 نفر میدونه. این حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل در باریکه غزه هم‌اکنون در دادگاه بین‌المللی دادگستری بر اساس شکایت آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی ارتش اسرائیل در این باریکه در حال بررسی است و مظفرین دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه در حال بررسی درخواست دادستان این دیوان
مبنی بر دستگیری آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و آقای آویو گالانت وزیر دفاع اسرائیل می باشد. این حکم دادگاه دادگستری بین‌المللی پس از آن صادر شده است که پارلمان اسرائیل کنست یک روز قبل از آن قطعنامه ای را به تصویب رساند که طبق آن تشکیل یک دولت فلسطینی در کنار باختری و در نوار غزه را رد کرده بود. این قطعنامه کنست با رأی موافق 68 عضو پارلمان در مقابل 9 رأی مخالف به تصویب رسید. در این قطعنامه آمده است که تشکیل یک دولت فلسطین در قلب کشور اسرائیل تهدید موجودیتی برای کشور اسرائیل و مردمش می باشد. آقای نتانیاهو و اعضای بسیار افراطی کابینه‌اش مانند وزیر امنیت آقای بن‌گویر و وزیر دارایی آقای اسموتریش ده‌ها بار اعلام کردند که تمام سرزمین‌های اشغالی متعلق به اسرائیل هستند و هرگز در این سرزمین‌ها دولت فلسطین تشکیل نخواهد شد. آقای بن‌گویر چندین بار از مردم فلسطین خواسته است داوطلبانه به سرزمین‌های اشغالی و نوار غزه را ترک کنند، زیرا تمام این مناطق متعلق به اسرائیل می باشند. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حکم دادگاه لاهه از روز جمعه 19 ژوئیه 2024 را پوچ خواند. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اظهار داشت که ملت یهود اشغالگر در کشوری که به او تعلق دارد نمی باشد، نه در پایتخت اورشلیم و نه در مناطق یودعا و سمارا، یعنی مناطقی که در قلب کرانه باختری قرار دارند، این کشور اسرائیل اشغالگر نیست. دفتر آقای نتانیاهو در بیانیه خود نوشت که هیچ تصمیم دروغین در لاهه نمیتونه حقیقت تاریخی را جعل بکنه و هیچ تصمیم دروغین توسط دادگاه بین‌المللی دادگستری نمیتونه قانونی بودن شهرک‌های اسرائیلی در تمام سرزمین‌های کشور اسرائیل را زیر سوال ببره. در واقع آقای نتانیاهو و کابینه افراطیش بار دیگر اعلام کردند که تمام سرزمین‌های اشغالی فلسطینی‌ها و منطقه شرق بیت المقدس بخشی جدا ناپذیر از کشور اسرائیل می‌باشند و هرگز اسرائیل از این مناطق خارج نخواهد شد و اجازه تشکیل دولت فلسطین طبق معاهده اسلو از سال 1993 را نخواهد داد. مواضعه دولت آقای نتانیاهو در تضاد کامل با حکم دیوان بین‌المللی دادگستری است که در یک حکم تاریخی اعلام میکنه که اشغال اراضی فلسطینی خلاف قوانین بین‌المللی میباشه. یک بار دیگر باید تکرار کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل میخواهد که اسرائیل باید همه فعالیت‌های شهرک‌سازی در کناره باختری رود اردن در بیت المقدس شرقی و در نوار غزه را متوقف بکنه و به اشغال غیرقانونی در این مناطق خاتمه بده. دادگاه همچنین اعلام کرد که اسرائیل باید تمام شهرک نشینان خود را از این منطقه خارج بکنه و بابت خسارت ناشی از اشغال به فلسطینی‌ها غرامت بپردازه. اسرائیل از سال 1967 بیش از 160 شهرک مسکونی برای 800 هزار نفر یهودی در کرانه باختری ساخته. دادگاه بین‌المللی دادگستری همه این شهرک‌ها را غیرقانونی می‌نامد. در واقع اظهارات آقای نتانیاهو مبنی بر این که هیچ دولت فلسطینی در سرزمین هایی که او متعلق به اسرائیل میدونه تشکیل نخواهد شد در تضاد کامل با نظریات کاخ سفیده. کاخ سفید تشکیل یک دولت فلسطینی را تنها راه حل بحران اسرائیل و فلسطین میدونه. جالب توجه این است که 9 ماه پس از آغاز جنگ غزه و اینکه دولت آقای نتانیاهو به اهداف اساسی خود نابودی کامل حماس و آزادی گروگان‌ها دست نیافته و در این 9 ماه اتفاقات غیرقابل تصوری رخ دادند که به تضعیف اسرائیل منجر شده است، من جمله حمله اخیر انصار الله یمن به تل آویو و حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل که بازدارندگی اسرائیل را به چالش جدی کشیده است. امروز دوشنبه 22 ژوئیه 2024 آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و سخنرانی در کنگره
راهی واشنگتن شده. بنیامین نتانیاهو پیش از سفرش به واشنگتن گفت که شکست حماس آزادی گروگان‌ها و به ویژه مقابله با محور تروریستی ایران کانون گفتگوهایش در واشنگتن خواهد بود. او با اشاره به خطر محور مقاومت که توسط جمهوری اسلامی ایران رهبری میشه گفت که در دوران جنگ مهم است که دشمنان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا بدانند که آمریکا و اسرائیل در کنار هم قرار دارند و در کنار هم ایستادند. این در حالی است که در هفته‌های آغاز جنگ نتانیاهو میگفت که در مدت کوتاهی حماس را در نوار غزه نابود و گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد. اما پس از 9 ماه جنگ و بمباران سیستماتیک نوار غزه، نتانیاهو هنوز آلوده به جنگی است که پایان آن میتونه برای دولت افراطی اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو بسیار نگران کننده باشه. آقای نتانیاهو با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق مرتکب اشتباه بزرگی شد که تصور عواقب یک چنین حمله ای را هرگز نمی کرد. ژنرال های ارتش اسرائیل به نتانیاهو اطمینان داده بودند که جمهوری اسلامی ایران هرگز قادر به حمله ای از مبدا ایران به اسرائیل نخواهد بود و رهبران و فرماندهان نظامی در ایران اراده و جرأت یک چنین حمله ای را ندارند. نتانیاهو اطمینان داشت که با حمله به کنسولگری ایران در دمشق با یک تیر دو هدف را خواهد زد. یک این که ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومتش و به ویژه به حزب الله لبنان خواهد زد. دوم این که در صورت وقوع جنگی با جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا به این جنگ را خواهد کشید. آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قبل از حمله پهپادها و موشک‌های ایران به اسرائیل در روز 14 آپریل 2024 ایران را شدیداً تهدید کرد که پاسخ ایالات متحده آمریکا به ایران آهنین خواهد بود. اما در هر دو مورد آقای نتانیاهو اشتباه هولناکی کرد. حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل نقطه عطفی شد در تاریخ 75 ساله اسرائیل و بازدارندگی اسرائیل و دکترین اتمی اسرائیل برای همیشه ضربه اساسی خورد. دکترین اتمی اسرائیل برای این مبنا بود که هرگز هیچ کشوری جرأت حمله به کشور اسرائیل را نکنه. اکنون دولت نتانیاهو که در 2 دهه گذشته همیشه تکرار میکرد به ایران حمله نظامی خواهد کرد و منتظر همکاری نظامی ایالات متحده آمریکا هم نخواهد شد، به این واقعیت رسیده که در صورتی که به ایران حمله نظامی بکنه و این بار جمهوری اسلامی به جای 600 پهپاد با 3000 پهپاد به اسرائیل حمله بکنه چه خواهد شد و اسرائیل چه خواهد کرد. حمله جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا را هم شدیداً نگران و باعث حیرت کاخ سفید شد. کاخ سفید اعلام کرد که وارد جنگی با جمهوری اسلامی ایران نمیشه، در حالی که قبل از حمله ایران از پاسخ آهنین آمریکا صحبت میکرد. در حالی که آقای نتانیاهو انتظار داشت ایالات متحده آمریکا پاسخ نظامی شدیدی به تهران بده، رویکرد آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اجتناب از تشدید تنش و بروز جنگ با ایران تغییر اساسی نمود. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا در مقاله‌ای در روز 18 ژوئیه 2024 می‌نویسه که بوی ضعف بایدن در تهران استشمام میشه. روزنامه وال استریت جورنال نوشت که اسرائیل با خطرناکترین تهدید موجودیتی از سال 1948 به این سو مواجه است و آقای بایدن به اولویت دادن به اجتناب از جنگی با جمهوری اسلامی ایران میتونه برای اسرائیل به منزله خودکشی باشه. روزنامه وال استریت جورنال مینویسه که اسرائیل شریکی بدخلق و دولت فعلیش مشکل سازه، اما تنها گذاشتن اسرائیل مقابل جمهوری اسلامی ایران برای منافع آمریکا فاجعه بار خواهد بود و منطقه به سمت محور ضد آمریکایی به رهبری ایران، چین، روسیه و کره شمالی متمایل خواهد شد. اما واقعیت این است که
دولت افراطی آقای نتانیاهو با تمام کمک‌های عظیم تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورهای جهان غرب در جنگ غزه و جنگ با محور مقاومت جمهوری اسلامی ایران نتونسته در مدت 9 ماه گذشته پیروزی‌های استراتژیک داشته باشه. امروز حتی حوثی‌های یمن خطر بزرگی را برای اسرائیل به وجود آوردند. انصارالله نه تنها قادر به تل‌آویو حمله پهپادی بکنه، بلکه با بستن دریای سرخ بر روی کشتی‌های تجارتی به سوی اسرائیل موفق شده بندر مهم ایلات اسرائیل را با ورشکستگی روبرو بکنه. اسرائیل در روز شنبه 18 ژوئیه 2024 به تلافی حمله پهپادی یمن به تل‌آویو با جنگنده‌های F-35 خود به بندر الهدیده حدوده یمن حمله کرد و انبار سوخت این بندر را بمباران و به آتش کشید. آقای آویو گالانت وزیر دفاع اسرائیل خطاب به دشمنان اسرائیل به ویژه جمهوری اسلامی ایران گفت آتش و دود در یمن در تمام خاورمیانه مشاهده میشه و این اخطاری است به دشمنان اسرائیل. سوال این است که آیا اسرائیل با این حمله به مخازن نفتی و سوختی یمن و به آتش کشیدن آنها دست به قماری نزده که میتونه بازنده آن باشه؟ همان قماری را که اسرائیل با زدن بخش کنسولگری ایران در دمشق کرد و با حمله ایران به اسرائیل باعث زیر سوال بردن بازدارندگی اسرائیل شد. باید خاطرنشان ساخت که یمن مانند لبنان در تیررس اسرائیل نمی باشه و قطعا حملات یمن به اسرائیل وسعت خواهند گرفت. رهبر انصارالله یمن اعلام کرد که با صحنه‌های آتش و برخاستن دود از مخازن نفتی یمن نفوذ به پایتخت اسرائیل با پهپاد یافا در راستای مرحله پنجم عملیات‌های ما انجام گرفت و این عملیات ادامه خواهند یافت. رهبر انصارالله عبدالملک حوثی به گسترش حملات یمن اشاره کرد و گفت تهدیدها ادامه خواهند داشت و این یک معادله جدید می باشد. محمد عبدالسلام سخنگوی رسمی انصارالله هم گفت حمایت ما از فلسطین به قوت خود باقی است، اما چه جنگ علیه غزه پایان یابد و چه پایان نیابد، از جانب ما جنگ طولانی گسترده و در سطوح مختلف با اسرائیل آغاز شده است. اسرائیل هنوز در باتلاق جنگ غزه گرفتاره. اسرائیل در جنگی در جنوب لبنان با حزب الله لبنان گرفتاره که در صورت حمله زمینی به لبنان به معنای گشوده شدن یک جبهه وسیع‌تر و احتمالاً جنگ تمام عیار در خاورمیانه خواهد بود که ایالات متحده آمریکا خواهان آن نیست. اکنون اسرائیل با حمله به مخازن نفتی یمن در بندر الهدیده جبهه سومی را با یمن باز کرده که به نظر نمی‌رسه تحمل سه جبهه جنگی را داشته باشه. دولت نتانیاهو و ارتش اسرائیل بایستی به این درک رسیده باشند که اگر انصارالله تسلیم شدنی بود، در 8 سال جنگ با عربستان سعودی و امارات که منجر به کشته شدن صدها هزار یمنی و تخریب کامل یمن شد تسلیم می شد و انصارالله در مقابل حملات شدید آمریکا و بریتانیا به زانو در می آمد و تسلیم می شد. ناوگان‌های آمریکا، انگلیس و استرالیا تا به حال حریف انصارالله یمن نشدند و نتوانستند از حملات آنها به کشتی‌های آزم اسرائیل و حملات آنها به ناوهای جنگی آمریکا جلوگیری کنند. رئیس ستاد ارتش مشترک اسرائیل می‌گوید که در یک جنگ چند جبهه‌ای هستیم و همه این جبهه‌ها ایران است. جنرال هرزی حالوی روز شنبه 19 ژوئیه 2024 در شهر رفح خطاب به سربازان اسرائیل گفت در اینجا فقط با یک بازوی اختاپوس ایران می جنگیم. او گفت جنگ ما با ایران است. همه این جبهه‌ها ایران است. پهپادهایی که حوثی‌ها به تل‌آویو زدن ایرانی است. بودجه تونل‌های حماس در غزه از ایران است. ما با قاطعیت علی ایران می جنگیم. در پاسخ دکتر سید محمد مرندی که با جمهوری اسلامی همکاری نزدیک داره گفت که دفعه پیش پاسخ ایران محدود بود. بار دیگر پاسخ ایران
5 یا 6 برابر بیشتر خواهد شد و لزوماً یک حمله به اسرائیل نخواهد بود، بلکه امواج از حملات می باشد و اسرائیل نمی تواند در مقابل ایران بایستد. آیا سفر امروز آقای نتانیاهو با واشنگتن حاصل طرح نظامی برای ایران خواهد بود را باید منتظر بمانیم. در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش مندم که یک بار دیگر ویدیو آگهی کتاب رو نشون بدن. قبلا به شما به درود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش، نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ